محصولات کشاورزی که از دست کشاورز تا به مصرف کننده این گونه میرسد. پلاستیک هایی که به صورت یک سیر یا یک چارک فروخته می شود. در اینجا فروشنده های میوه قبل از سفارش مشتری میوه ها را در پلاستیک هایی به وزن یک چارک یا یک سیر آماده گذاشتن. جنگ و این چیزهایی که در افغانستان هسته به زراعت توجهی بیشتر نشده، تمام این چیزهای ازی غیر میاری هسته. مثلا در بزرگ بیری بگه چارک چند است؟ یک سیر 7 کیلو و یک چارک حدود 2 کیلو است. حدیثه که مردم ناتوان است، دیقان ناتوان است، نمیتونه که مت یک چیزی بگیره. اینه اکثریت میوه مو اگه بینی بازار در پلاستیک میآیه. چرا برادر جون میبرم با پلاستیک بیارم؟ خود نداره پیسی هم کریتش نداره. ضعف توان مالی مردم و نبود زیر ساخت ها باعث شده تا میوه ها این گونه غیر استاندارد به فروش برسد. هر کسی از باغ خود میارد، کشت خود میارد، لب خیابانی دیگه یا به باغدار هم نقص میرسانه. افغانستان کشوری است که از داشتن سردخانه برای نگهداری محصولات کشاورزی محروم است. قیمتش نمیست که پایین شده دیگه، تمام روز جنگ است و انتحار است و دیگه است. نرخ جا بسیار پایینه، بی‌صحت پایینه. اما به تازگی در راستای رفع مشکلات کشاورزان برای نخستین بار دولت افغانستان از مسیر بندر چابهار ایران 20 تن انگور را به هند صادر کرد. چابهار هم نزدیک است، هم با کشور ایران تنش‌های سیاسی میان افغانستان و ایران وجود ندارد. در نظر داریم که قسمت زیاد انگور افغانستان که مورد ضرورت کشور هندوستان است از این مسیر صادر بکنیم، همچنان به تعقیبش سیب و دیگر میوه های افغانستان. آمار دقیقی از صادرات کشاورزی افغانستان نیست، اما انار قندهار، سیب شمال و انگور غرب این کشور از مرغوب ترین میوه هاست. بیشتر میوه ها در بازارهای میوه فروشی افغانستان محصول خود همین کشور است. نبود بازار خارجی باعث شده تا این میوه ها به قیمت خیلی کم در این بازارها به فروش برسه. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.